صفحه اول روزنامه های چاپ تهران ابتکار، آرمان و جمهوری اسلامی از ناتمام ماندن مذاکرات نوشتند. برخی هم مانند وطن امروز، اطلاعات و تهران امروز خبر دادند مسکو ایستگاه بعدی مذاکرات هسته است. چند روزنامه هم مانند قدس، جوان و البته کیهان از مقاومت ایران در برابر آنچه فشار غرب نامیدهاند نوشتند. دور دوم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک هفته پیش در بغداد برگزار شد. دیپلمات های پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به همراه آلمان طی چند نشست با سعید جلیلی و هیئت همراه او از جمهوری اسلامی ایران این دور از مذاکرات را برگزار کردند. اطلاعات زیادی از جزئیات مذاکرات در اختیار رسانه قرار نگرفته است. با این حال کاترین اشتون در اولین کنفرانس بعد از پایان این مذاکرات اعلام کرد ایران حاضر شده در باقی غنیسازی 20 درصد مذاکره کند مقامات ایران هم گفتند که چرخه سوخت هسته حق ایران است همزمان با پایان مذاکرات در بغداد آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده بازرسان این آژانس در تأسیسات غنیسازی فردو رد اورانیوم غنی شده تا میزان 27 درصد را یافتند آژانس از ایران درخواست کرده تا در این مورد توضیح دهد ده در مقابل علی خل سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد گزارش آژانس سندی دیگر از صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش میگویند ایران برنامه هسته‌ای مشکوکی را دنبال می‌کند که در جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای است. اتهامی که از سوی ایران همواره رد شده است مقامات ایران خواستار توقف تحریم های فراگیر علیه این کشور هستند اما آمریکا و متحدانش خواستار توقف غنیسازی از سوی ایران شدند. با اینکه طرفین مذاکره کننده توافق کردند در آخرین روزهای خورداد به مذاکرات بازگردند اما به نظر می رسد مقامات ایران چندان از پیشنهادهای گروه پنج به علاوه یک در بغداد راضی نیستند روز شنبه روزنامه کیهان که معمولا دیدگاه های نزدیک به آیت الله ای را منتشر می کند در سر مقاله ای از حسین شریعت مداری به روند مذاکرات انتقاد کرد مدیر مسئول کیهان با پیش اینکه مذاکرات مسکو هم به نتیجه منتهی نمی شود ادعا کرده این روزها آمریکا یا به تعبیر نویسنده دشمن نیاز به مذاکره دارد حسین شریعت مداری سپس استدلال کرده برای جلوگیری از تامین نیاز دشمن به مذاکره بهتر از ایران در مذاکرات بعدی چه مسکو و چه هر نقطه دیگری شرکت نکند. آرش سیگارچی صدای آمریکا